با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان. برنامه‌های خبری تحلیلی امشب سه‌شنبه را نیز می‌گشاییم با برگ دیگری از دفتر صفحه یک که در غیاب روزنامه‌های امروز سه‌شنبه در تهران مروری خواهد داشت بر گزیده‌های تازه از آخرین خبرهای منتشر در رسانه‌های عرصه سایبری. روزنامه‌های امروز ایران به خاطر تعطیلی در کشور منتشر نشده بود که بدین روی چکیده تحلیل‌ها و یادداشت‌های از سایر رسانه‌ها را به آگاهی شما خواهیم رساند. به روال معمول همه شب نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب. لحظه به لحظه با خبرهای انتخاباتی ایران با تازه ترین تهاجم همه جانبه نیروهای تندرو علیه هاشمی رفسنجانی با تهدید نظامیان و در رأس آن سپاه پاسداران علیه این فقیه تازه نامزد شده، پدیدار شدن تنش‌های میان نهادهای موازی امنیتی از یک سو و نهادهای دولتی در سوی دیگر، با هشدارهای مکرر وزیر کشور به فرماندهان عالی رتبه نظامی، سخن‌های تازه از خانه حصر و ابراز گلایگی نظامیان سپاه از توب نکردن میر حسین موسوی، آغاز گام جدید اجرای برجام با اظهار رضایت جان کری از انتقال اورانیوم ایران به روسیه و در عرصه منطقه‌ای موجی از شور و شادی و سرور و شعف در شهر رمادی با آزادسازی کامل این شهر از دست داعشیون، اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سه‌شنبه 8 دی ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. تا آغاز برنامه با ما باشید و بنشینید، به خانه باز خواهیم گشت. پیشاپیش از صدای نسبتاً گرفته و سرما خوردم از محضر شما خوبان عذرخواهی میکنم. فصل سرما هست و وظیفه حضور به طور مستمر در هر روی همینک و در بخش آغازین برنامه با تازه هایی از انتخابات پیش روی خبرگان رهبری در خدمت شما خواهیم بود که گویا گرانیگاه اصلی تلاقی دو قطب قدرت در واپسین سالهای سومین دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی است. همانگونه که بیشین شما بینندگان عزیز نیز آگاهید، پس از ثبت نام مثلث حسن روحانی، حسن خمینی و رفسنجانی، بیتابی گسترده‌ای تمامی ستون و سطوح جبهه مقابل در اردوگاه علی خامنه ای رو فرا گرفت، تا جایی که هر روز مسئولی و مقامی ریگی و سنگی به این سو و به این سپرت می کنند. در این میان در تازه ترین رخداد یکی از مسئولین در سپاه پاسداران صریحاً در نامه‌ای رفسنجانی را یگان رهبر فتنه خواند و رسماً ایشان را تهدید کرد که به سرنوشت منتظری و حبس و حصر مبتلا خواهد شد. امری کم سابقه علیه یکی از بلندپایه‌ترین مسئولین جمهوری اسلامی. حسین فدایی در این نامه صراحتاً از سرنوشت مشترک هاشمی و منتظری صحبت کرده. هاشمی را به خیانت، تهدید رهبری و ظلم به نظام، چند پاره کردن کشور، پیگیری خواست آمریکا و حتی ارتباط با داعش نیز متهم ساخته و تهدیدش کرد که در آتش فتنه بعدی خواهد سوخت. این مقام تندرو اما رسمی در محافل امنیتی در این نامه بسیار بلند هاشمی را نویسنده تهدیدات متعدد به رهبری و مجموعه های نظام در نامه معروف 19 خرداد ماه دانست و اشاره کرد که کار به جایی رسید که شما برای اثبات ادعای تقلب استشهاد غلط به فرماندهان سپاه دادید و نقل غلط از ری شهری کردید. آقای هاشمی، روح امام و شهدا را عذاب دادید وقتی در جلسه 4 نفره با حضور میر حسین موسوی و سید محمد خاتمی و سید حسن خمینی گفتید کف نظر آقای میر حسین ابطال انتخابات است. نویسنده نامه در ادامه با لحنی تند نوشته بود که البته نه شما و نه خاتمی و نه سید حسن به دهن میر حسین نزدید و در این ماجرا شریکید.
هاشمی را به منتظری شدن نیز تهدید کرد و گفته که وقتی به یاد آقای منتظری میفتم سرنوشت مشترکی در ذهنم تداعی میکند. که همه این سخنان از مقامات ریز و درشت منصوب به رهبری نظام ناشی و نشان از نوعی نبرد درونی میان ساختار نظام فوق هاست که عمدتاً بر حزب رفسنجانی به عنوان آخرین پایگاه قدرت نیروهای تحول‌خواه ایرانی متمرکز است. و اما در این غوغای رقابت‌ها و بولتن‌سازی‌ها و تهدیدهای نیروهای نظامی تحت امر رهبری ایران از جمله سپاه پاسداران، از طبقه 20 ساختمان آجری رنگ میدان فاطمی به طور محرمانه نامه‌ای اعتراضی از موازیکاری‌های سپاه تنظیم شد که در روزهای تفتیده مرداد ماه تحریر و این روزها البته رو شد. اعتراض وزیر کشور به موازیکاری امنیتی سپاه در انتخابات. بر اساس گزارش ها رحمانی فضلی در نامه‌ای به سردار فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از موازیکاری امنیتی سپاه در انتخابات انتقاد کرد. این نامه در مرداد ماه ارسال شد و به سردار شیرازی رئیس دفتر نظامی علی خامنه ای نیز رونوشت گردید. رحمانی فضلی وزیر کشور در این نامه با اشاره به قانون تشکیلات و شرح وظایف وزارت کشور اشاره کرد که در راستای تأمین امنیت انتخابات، ستاد امنیت انتخابات وزارت کشور در تمام استانداری ها و فرمانداری ها فعال شده است، ولی سپاه به صورت موازی اقدام به تشکیل قرارگاه هماهنگی امام رضا با هدف تأمین انتخابات کرده است. بر اساس نامه وزیر کشور ایران، سپاه این اقدام را با استناد به یک مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح انجام داد و در برخی استان‌ها از اعضای شورای تأمین استان برای حضور در جلسات نیز دعوت کرده است. رحمانی فضلی از فیروزآبادی خواسته است که نیروهای مسلح در مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها از تشکیل ساختارهای موازی با ستاد امنیت انتخابات خودداری کنند و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی و تصمیمات ستاد امنیت انتخابات عمل نماید. لازم توضیح است که اشاره کنم ستاد امنیت انتخابات وزارت کشور ایران اردیبهشت ماه امسال تشکیل شده بود که حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران به عنوان رئیس این ستاد منصوب شده است. البته در ادامه از این خبر لازم توضیح می‌بینم که به اطلاع بینندگان برسانیم که پیشتر در انتخابات مجلس نهم نیز دخالت سپاه در انتقادهای جدی برانگیخته بود. علی مطهری نماینده تهران یکی از منتقدان جدی سپاه در این زمینه بود. فرماندهان و مسئولان سپاه اظهارات مطهری را تکذیب و به طور معمول بر نقش خیش در تأمین امنیت انتخابات اشاره کردند، نقشی که اکنون نیز مورد انتقاد و اعتراض وزیر کشور ایران قرار گرفته است. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه 1 هستید. ادامه خبرها و نظرها این بار یک مقام مستشاری سپاه از میرحسین موسوی میگوید از اینکه او هنوز حاضر به توبه نیست. محمد حسین صفار هرندی مشاور عالی فرمانده سپاه گفت که میرحسین موسوی هنوز هم حاضر به توبه نیست. صفار هرندی این اظهارات را به مناسبت سالروز راهپیمایی دولتی نهم دی ماه بیان کرد و گفت که حوادث سال 88 تهدید جدی نظام بود که مانند کشتیگیران نظام را روی پل بردند. ایشان در عین اذعان به ادامه پافشاری رهبران جنبش سبز بر مواضع خود افزود که من اعتقاد ندارم کسانی که توهم زده بودند مثل نخست وزیر زمان جنگ و رئیس مجلس و رئیس دولت اصلاحات با آمریکا رفته بودند و دوره دیده و یا مزدور بودند، اما اینها دچار توهم و جهالت شدند. صفار هرندی ادامه داد که باید بگوییم این آقایان مزدور آمریکا نبودند، بلکه از اعضای نظام بودند. تردیدی نیست که از یاران انقلاب بودند، اما دشمن آنها را کارگزینی کرد و سپس طرح خود را توسط همین افراد پیاده کرد، زیرا دیگر نمیتوانست با منافقین و سلطنت طلبها و عناصر شناسنامه دار وارد معرکه شود، که در واقع موجی از اتهامات و اهانت‌های یک سوی علیه رهبران محصور ناشی از حراس سران اصولگرایان از مطالبات مستمر جامعه ایرانی است که همواره میانه‌ای با مشی اصولگرایان و نهادهای نزدیک به رهبری ایران ندارند.
ورق میزنیم و یا کلیک میکنیم. البته امروز در عرصه سایبری هستیم. برنامه رو با گزیده یادداشت هایی از نشریه بین‌الملل از جمله نیوزویک آمریکا پی میگیریم. ظریف و جان کری کماکان در دو سوی ایران و آمریکا مورد نقد و توجه هستند. در تازه ترین کنش ها و واکنش ها، نامه ارسالی جان کری به ظریف که به او وعده کرده بود نگران مصوبه کنگره در خصوص ممنوعیت ورود به آمریکا نباشند، نیوزویک به گلایگی جان کری پرداخت و از مداخلات جمهوری اسلامی ایران در سوریه نیز اظهار نارضایتی کرد. آلیوت آبرامز در نیوزویک نوشته بود که از زمان امضای توافق هسته‌ای ایران با دولت اوباما خودسرانه تر برخورد کرد. به گزارش این نشریه، مقامات آمریکایی امیدوار بودند ایران رویکرد خود را پس از توافق تغییر دهد، اما نه تنها هیچ تغییری در رفتار ایران رخ نداد، بلکه این کشور پا را فراتر گذاشته و نیروهای بیشتری به سوریه فرستاده است. به علاوه تهران دو موشک بالستیک که نقض قطعنامه شورای امنیت است را نیز آزمایش کرده است. اما واکنش و پاسخ دولت اوباما با آن چه بود؟ تنها یک اعلام مخالفت. نویسنده نیوزویک در ادامه اشاره می‌کرد که منظور من دقیقاً نامه است که جان کری به محمد جواد ظریف فرستاده است. این نشریه آمریکایی در این شکوه نگاشت از سیاست سردرگم دیپلماسی باراک اوباما نتیجه گرفت که ظاهرا جان کری بیشتر نگران ناراحت شدن جمهوری اسلامی است تا آزادی آمریکایی‌هایی که در تهران زندانی هستند. خبرها را با خبرهایی که در عرصه مجازی و شهر شبکه‌ها مورد استقبال کاربران واقع شد پی می‌گیریم. جالب توجه آن که تلگرام همچنان پیشتاز انتشار خبرهای سیاسی اجتماعی در ایران است که تا حدودی جای فیسبوک را گرفته. تا جایی که احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس نیز از طریق شبکه تلگرام خود به شورای نگهبان نقدی نرم کرد. موضوع چنین بود که توکلی نماینده مردم تهران با اشاره به اظهارات اخیر جنتی درباره تعداد زیاد داوطلبان انتخابات گفت که این اظهارات به صلاح جایگاه و نهاد حاکمیتی شورای نگهبان نیست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، احمد توکلی در مطلبی به عنوان دلسوزانه با جنتی در کانال تلگرامی خود نوشت که در خبرها خواندیم که تعداد ثبت نام کننده های این دوره نسبت به دوره گذشته 110% و ثبت نام کنندگان خبرگان نیز 50% رشد داشته است که موجب نگرانی آقای جنتی نیز شده است. در این راستا احمد توکلی از دو دریچه به بررسی موضوع پرداخت. نخست ابراز نگرانی کرد که شاید در روند بررسی صلاحیت خیلی ها حتی زمان به آنان اختصاص نیابد و از گردونه حذف شوند که حقشان ضایع خواهد شد، و در سوی دیگر از اظهارات جنتی اظهار شگفتی کرد و نوشته بود که بیم آن می رود با ساز و کار فعلی در بررسی صلاحیت ها و محدودیت شدید زمان برای شورای نگهبان بررسی درست و در همان حال عادلانه صلاحیت این تعداد داوطلب میسر نباشد و نهایتا تعداد زیادی ناخواسته با عدم احراز صلاحیت به ناحق از رقابت حذف شوند و همین باعث نارضایتی و خدای ناکرده در مواردی هم منجر به ظلم به افراد صاحب صلاحیت شود. اما ابراز اعجاب تردیدآمیز نسبت به این موضوع شبیه آنچه که جنتی در نماز جمعه درباره کثرت داوطلبان و عدم صلاحیت تعدادی از نامزدهای خبرگان گفت به صلاح این جایگاه و نهاد حاکمیتی مهم نیست. باید به زعم این نماینده در حفظ شأن و بیطرفی شورای نگهبان در افکار عمومی تلاش کرد، که البته سالیانی است بیطرفی زیر سوال است. کلیک میکنیم با نشریه دیگری در پهنه تارنمای اینترنتی، نشریه هافینگتون پست. نیم نگاهی به انتخابات آمریکا و تمایل و سوق و سوی جمهوری اسلامی به گزاره‌های متعدد در آن کشور داشت. پایگاه اینترنتی هافینگتون پست در مقاله نوشت که بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی بالاخره یکی را بر دیگری ترجیح می‌دهد و آن برنی ساندرز سناتور دموکرات آمریکایی است. سیاست‌ها و موضع‌گیری‌های نامزدهای انتخاباتی آمریکا درباره توافق هسته‌ای، خاورمیانه، سوریه، اسرائیل، عراق و خلیج فارس از جمله موضوعاتی هستند که جمهوری اسلامی در بررسی و انتخاب نامزد مناسب‌تر مد نظر قرار داده است. زمانی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان دیدگاه‌های تقریباً مشابهی درباره ایران داشتند، اما در چند سال اخیر اختلافات آنها در این خصوص افزایش یافته است. از آنجایی که دموکرات‌ها احتمالاً به توافق هسته‌ای
بیشتر پایبندند، ایران راه ساده تری در جلب موافقت شورای امنیت سازمان ملل برای لغو تحریم های فلج کننده بین المللی در پیش خواهد داشت. این موضوع یعنی پایبندی آمریکا به توافق هسته‌ای، مشروعیت بین المللی ایران را نیز افزایش خواهد داد که به تسهیل فعالیت های تجاری و نظامی آن در دیگر کشورها کمک خواهد کرد. این در حالی است که جمهوری خواهان بیش از دموکرات ها از افزایش فعالیت های نظامی ایران در عراق و سوریه انتقاد می کنند. نامزدهای دموکرات ها ترجیح می دهند آمریکا در عراق و افغانستان نیروی زمینی کمتری به کار گیرد و بر همین اساس چشمان خود را بر روی تحولات ناشی از این خلأ می بندند. با تک خبری منطقه‌ای به عراق سری می‌زنیم. صحنه‌هایی از شادی لشکریان پیروز عراقی که پس از آزادی شهر رمادی پرچم‌های ملی عراق را بر فراز بناهای دولتی این شهر برافراشتند. در این راستا حیدر عبادی نخست وزیر عراق نیز در یک پیام تلویزیونی به مناسبت پاکسازی شهر رمادی از نفرات داعش گفت که اگر سال 2015 سال آزادسازی بود، سال 2016 سالی پیروزی‌های بزرگ و پایان حضور داعش در عراق و بین النهرین خواهد بود. همان گونه که در برنامه‌های خبری مختلف از جمله آن سوی خبر دیشب اطلاع یافتید، روز گذشته مقامات عراقی گفتند که نیروهای دولتی شهر رمادی مرکز استان الانبار را به طور کامل آزاد کردند و آن را در تصرف خود گرفتند. نخست وزیر عراق افسود ما راهی آزادسازی موصل هستیم که ضربه نهایی به داعش خواهد بود. خبرهای منطقه‌ای رو در آن سوی خبر با جزئیات بیشتر ببینید. و باز انتخابات. از آمریکا به ایران خبرهای انتخاباتی هر روز تا نزدیکتر شدن به نیمه نخست اسفند ماه ایرانی در اشکال جالب و جدیدی رخنمون می شود. در بررسی خبرهای منطقه‌ای و سامانه‌های استانی در استان لرستان خبری می خواندیم که همسر مرد مقتولی که قصد کاندیداتوری مجلس را داشت خود جاپای وی گذاشت و قصد حضور در رقابت‌های مردانه انتخابات مجلس در استان لرستان دارد. به گزارش پایگاه خبری یافته، مهرنوش کریمی طولابی که همچون همسرش از کارکنان آموزش و پرورش است، هنگام ثبت نام به خبرنگاران گفت که مرگ همسرم امروز دیگر یک موضوع شخصی نیست. وی با اعلام شعار هوشیار مرد اما هوشیاری نمرده است اشاره کرد که برخی مرا نصیحت می کنند که با فوت همسرت بهتر است در خانه بنشینم و به امور زندگی دخترم رسیدگی کنم، اما عرض می کنم که آن مرحوم وقت و زندگی خود را وقف مردم کرد و امروز من هم تصمیم گرفتم از میان مردم و دخترم مردم را انتخاب کنم. ایشان در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که پرسید بعد از فوت همسرتان چه انگیزه شما را به صحنه انتخابات آورد، گفت از یک طرف بزرگان خانواده و برادران مرحوم هوشیار این مأموریت را به من محول کردند و از طرف دیگر من به همسرم قول داده بودم که اگر اهالی منطقه چگنی برای این کار همراه شوند من هم با تمام وجود در این راه کمکشان کنم. ایشان اضافه کرد عذاب میکشم وقتی میشنوم به زن میگویند ضعیفه. من ضعیفه نیستم و برای خدمت به مردم مظلوم شهر و دیارم و شاد کردن روح همسر مرحومم حاضرم از هرچه دارم بگذرم. و در پایان و در وقت باقی مانده با تک تصویری خبری که بسیار متوجه کاربران اینترنت و ساکنان کوی سایبری در شهر شبکه ها قرار گرفت، ماجرای واژگون شدن یک خودروی مملو از مشروبات الکلی در یکی از استانهای سبز و شمال ایران بوده که شهروندان پس از واژگونی آن با آزمندی و ولع خاصی به سراغ سهمیه‌های شراب خیش می‌شتابند. صحنه‌های دیدنی که به لحاظ و جهاتی بسیار برای کارشناسان عرصه عکس و رسانه و تصویر معناخیز بود، چرا که همگان بر این نکته هم نظرند که هرچه نظام دینکاران و فقها جامعه را بسته تر کند و مردم را از لذائذ جاری زندگی و امور متعارف محروم سازد، میل بیشتری به سمت میوه های
ممنوع است. درست بسان این تصویر که خودروی واژگون شده از سوی جوانان و علاقمندان به نوشیدنهای الکلی احاطه شد و بی آنکه کسی سراغی از راننده گرفتار در خودرو بگیرد سراغ شرابها می رود. در هر روی همواره آدمیان به آنچه منع می شوند حریص‌تر خواهند شد که داستان این روزهای بسیاری از سرزمینهای استبداد زده است. و با این تصویر وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله برنامه خبری آن سوی خبر که بلافاصله پس از صفحه یک پخش می شود این جانب از محضر شما خوبان خداحافظی می کنم تا درودی دوباره و شامگاهی دگربار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود.